در ساعت 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته ای سلام میگویم. چون شماره های پیشین تفسیر خبر در این برنامه نیز میپردازیم به آنچه که در عرصه داخلی ایران میگذرد در ارتباط با سفره مردم ایران و آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی نیز در همین رابطه در جریان است. نان در ایران گران شده است. پیامدهای آن در ایران. ارزان شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی چه پیامدهایی در عرصه داخلی ایران به ویژه در ارتباط با سفره مردم ایران دارد؟ و در منطقه آنچه که در عراق، سوریه و دیگر کشورها می‌گذرد، حیف و میل میلیاردها دلار در عراق توسط دولت نوری المالکی و فرزند او و خبرهای دیگر و آنچه که در آمریکا در ارتباط با احتمال تحریم‌های بیشتر علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در جریان است. چون جمعه شب‌های دیگر با من و شما هستند در لندن استودیوی ایران فردا آقای علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای محسن سازگارا با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما در لندن. درود به جناب چالنگی عزیزم، دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا با سلام به شما در واشنگتن ابری. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده نان گران شد، مردم چه کنن با نان گران؟ چرا قرار بود همه چیز مجانی بشه، آب، برق، همه این صحبت ها، اما اون که نشدیش نون هم گران شد. یاد تصویر بزرگی میفتم از زنده یاد مرحوم هویدا بر جلد توفیق، صدر اعظم عصایی و زیر شعری بود گفتی که نان ارزان شود کو نان ارزانت جانان به قربانه. و حالا نان چقدر ترقی کرده بود، از 3 ریال شده بود 4 ریال و بعد ما تا آخر سال 57 هم اگه یادتون باشه آقای چالنگی تو ایران که بودیم قیمت نان ترقی که کرد 2-3 ریال بود دیگه. نون سنگک 1 تومانی واقعا نون سنگک خاشخاشی و خیلی کامل و درست حسابی بود. 2 ریال هم تافتون یا 3 ریال تافتون، 2 ریال نون لواش، بربری هم 5 ریال، 7 ریال، 10 ریال، 1 تومن دیگه مکسیمومی بود. ولی از زمان روی کار آمدن این نظام تحفه قیمت نان سنگک 800 برابر شده. 800 برابر شده قیمت نان و این نشان بیلیاقتی و دزدی و فساد مجموعه حاکمی است که از توی حداقل تو این 20 سال گذشته فقط نمایش دزدی رو به ما دادن، نمایش دادن هر کدوم در مقام دزد چقدر دزدیدن. مثلا ادعا میکرد آقای سعید مرتضوی ذوب شده در ولایت، اصلا متدین مؤمن با خدا، جنایت، دزدی، فساد به او ختم نمی، یعنی نشون داد که چی کار است. دونه دونه شما همجور محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه، جانشین قوه قضاییه، یک فاسد، افسد الفاسدین، خود صادق لاریجانی. خب بعد برای من چیزی که شگفتی آوره، آقای نوبخت سخنگوی دولت، یک آدم کارشناس، تحصیل کرده در آمریکا، اقتصاددان، میاد ازش سوال میکنن آقا نان چرا گران شده؟ میگه که والا ما دولت نان رو گران نکرده، ما 700 فلان 70 میلیارد چقدر سوبسید داریم برای گندم میدیم اینا که ارزون بس، اما چون سوخت و هزینه کارگر زیاد شده ما گران نکردیم نونو، به نانوایی ها اجازه دادیم خودشون هر چقدر لازم میدونن نان رو گران کنن.
یعنی شما جواب یه دولت مسئول به نان مردم اینه که ما اجازه دادیم نانوایی ها خودشون نونو قیمت بذارن. انگار ما در امریکا و انگلیس هستیم، اقتصاد آزاد در به صورت شفاف پیاده میشه، رقابت هم وجود داره بین کسبه که اونا یکی دو ریال نانو ارزونتر بفروشه، یکی دو پنس گرونتر بفروشه، یا دو سنت گرونتر یا ارزونتر، یا پنج سنت گرونتر ارزونتر. ولی برای مصرف کننده چویس وجود داره، اختیار وجود داره، میتونه چهار تا خیابان بره پایین تر یک کمی ارزون تر بخره. ولی در ایران چه کار بکنه مصرف کننده؟ در دروازه غار همونقدر باید پول نان بده تا در شمیران. و متاسفانه دولتی که میگه من دولت مسئولم آمدم وضع زندگی مردم رو بهتر بکنم، شانه بالا میندازه و میگه به من ربطی نداره، چون نفت و اینا سوخت و اینا گرون شده. حالا شما تو امریکا دارید از مزایای سوخت ارزان برخوردار میشید، بنزین ارزانتر میزنید تو ماشیناتون، ولی تو ایران هیچ فرقی نمیکنه همون. و چون نانوایی باید پول بیشتری پول مازوت و گازوئیل بده و پول کارگر بیشتر بده، به دولت ربطی نداره، خب خوش نونو ببره بالا. عجب عجب. مگه سوخت دست کی هست آقای نوری‌زاده در این؟ بله دست خودشونه، اونم همینجور دست سپاه محترم پاسداران. خب آقای سازگار، این سفره مردم، این نونی که گرون شد، اینم حرف سخنگوی دولت؟ یعنی آقای نوری‌زاده اشاره هم کرد قبل از رسمیت یافتن این گرونی ایشون گفت بله نونوایا میتونن تا 30% اضافه کنن، خب حالا 40% شد. ولی دولت معمولا میاد اجازه گرونی رو میده، یه کاری میکنه گرون نشه، چی هست؟ بله اتفاقا آقای چلنگی به قول جورج اورول که میگه هر جوک یک انقلابیه، در واقع سلاح مردم یکی از سلاح‌های مقابلشون جوکایی است که ساختن. این ماجرای نون جوکاش هم در اومده، از جمله من دیدم گفته بودن که طرف دختر خانمی داشتن عقد میکردن، گفت با 14 تا نون سنگک مهریه من وکیلم شما رو به عقد دارم. گفته بود حاج آقا 1 کیلو گوجه هم بهش اضافه کنی؟ بله، چون گوجه هم شده کیلو 9000 تومن. و واقعا کیلوی 9000 تومن. آقای سازگار یه لحظه فرد باشی، 9000 تومن یعنی میشه کیلوی 3 دلار؟ چقدر چه به دلار اینا؟ بله بله، از امریکا گرونتره، به قیمت از امریکا بله گرونتره. به قیمت ارز آزاد شما تقریبا تمام مواد غذایی رو الان بذارید و اندازه بگیرید، کم و بیش از امریکا گرونتره. ضمن اینکه اون وقت حقوق حداقل دستمزد در امریکا ساعتی 7 دلار 8 دلاره و در ایران به سختی میشه 1 دلار گفت حداقل دستمزد در ساعت هستش. به همین دلیل خب انتهاش های چالنگی این است که مردم، خلاصه ماجرا این است که مردم فقیرتر شدن، مردم نادارتر شدن. اینی که متاسفانه آقای نوبخت، من هم خیلی یکه خوردم وقتی دیدم ایشون گویی مردم رو احمق فرض میکنه و میگه که فکر میکنه مثلا بندازه گردن نونباها، در حالی که اتحادیه صنف نانبا از مدت‌ها قبل گفته بود آقا این قیمت آردی که به ما میدین، این قیمت برق و هم دست دولت، برقی که هست، قیمت کارگر و غیره، نون لاغل 40% باید برو قیمتش، وگرنه ما باید در نونوایی رو ببندیم. و دولت سعی میکرد تأخیر بندازه، حالا موافقت کرده بندازه گردن نونباها، بگه که ما نکردیم، نونباها دارن گرون میکنن. کار زشتی آقای نوبخت کرد. واقعیت این است که آقای چالنگی حجم نقدینگی کشور 650 هزار میلیارد تومان شده، یعنی باد کرده، پول بی پشتوانه و ریال سقوط کرده. شما ریال رو میبینید با زور تزریقای بانک مرکزی هم در مقابل ارزهای خارجی، جایی که خیلی خوب میشه دید چگونه سقوط کرده و اومده پایین. در مقابل تو بازار سرمایه نرخ سهام و غیره سقوط کرده، اینا در واقع اون طرف ماجرا است. ارزش پول ملی سقوط کرده، بیشتر هم سقوط خواهد کرد. در سوی مقابلش تولید مملکت، کل تولید ناخالص داخلی ما هم تحت تأثیر
سوء سیاست ها و ندانم کاری ها و مشکلات مختلف که در ریشه ریشش مسئله فساد و سوء مدیریت هست، تولید کشور هم پایین اومده و مجموع اینها این میشه که خب همه کالاها قیمت برابریش گرانتر میشه و قیمت ها گرون میشه. دولت هم حالا نخواهد تن بده به این گرونی، فرق نمیکنه، اقتصاد راه خودش رو میره. همین نونباها اگر دولت هم رضایت نده، نمیتونه طرف ضرر بده که چونه این نونو کوچیکتر میکنه، انواع اقسام نونهای بزرگتر و خاشخاشی و غیره درست میکنه، به هر حال باید یه قیمتی بفروشه که بتونه مغازش رو نگه داره. عرض من این است که تمام ماجرا این است که با توجه به سوء سیاست‌های دولت، با توجه به هزینه بالایی که شما یک قلم به خود آقای خامنه‌ای شخص ایشون نگاه کنید، دو تا ارتش داره، یه پلیس داره، یک عالمه بسیج و غیره داره، یک لشکر نونخور داره توی بنیادهای مختلفی که به ایشون وصله، همه اینا رو هم ایشون از بودجه عمومی پولشو میگیره، رادیو تلویزیون دستشه، غیره و غیره، یک عالمه پول هم به خارج از ایران بذل و بخشش میکنه ایران ایشون. شما همین یه آدم رو رهبر مملکت رو بذاری، هزینه ایشون رو که بذاری، همه رو از بودجه عمومی مردم میگیره، چه اونهایی رو که دست کرده تو کیسه مردم از طریق ستاد اجرایی فرمان امام، چه اونهایی که دست میکنه تو بودجه عمومی دولت. این اعداد بزرگ، هزینه های بالایی که حکومت داره، اینها رو یک قرانش هم نمیتونن کم کنن، نمیکنن، در واقع نمیتونن که باید بکنن ولی نمیکنن، و به اضافه فساد گسترده‌ای که هست، حاصلش این است که به هر حال کلن وضع اقتصاد کشور نابسامانتر، خرابتر، که حالا در نون داره خودشو نشون میده، انقریب قیمت برق، گاز و انرژی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد، بنزین همینطور و ده ها کالای دیگه که به تبعش افزایش های مختلفی رو در کمینه و یه موج تورمی جدید در راه. آقای نوری‌زاده، آقای سازگاره به جوکی اشاره کردن که مردم ساختن. خب جوک در ایران در واقع یک جور گزارش هست، ضمناً تفسیر اوزام هست، ضمناً وسیله‌ای هست برای بینندگان، بهتر از من می‌دونم، برای اظهار نظر و و بسیاری چیزایی. یکی از جوک‌هایی هم که به دست من رسیده، همه بینندگان ما بیشتر می‌شناسن، کار موندگار پرویز صیاد، هنرمند عزیز و گرامی ارجمند ما رو، صمد رو و کرکترها، شخصیت‌های سریال صمد عین‌الله باقرزاده عزیز که به تازگی هم از جهان رفت، روان شاد، و قوچلی رو. آقای نوری‌زاده عزیزی میگه که اگر رئیس جمهور صمد باشه و رئیس بانک مرکزی عبدالله باقرزاده و وزیر اقتصادم قوچلی باشه، دلار فوقش میشه 1500 تومان. این مدیریت این مملکت الان واقعا بله، هم شما هم آقای سازگار رو اشاره کردین، واقعا تا چند اندازه مؤثر هست؟ بله دلار ها رفته بالا، یا هر چه که از گندم کاشتن، تولید گندم افزایش به اصطلاح نونوایی ها و و و بقیه غذایی ها امکان پذیر نیست برای اینا. آقای گفت، آقای دکتر سازگاره اشاره کرد به این سازمان های غیر مفید. سال گذشته 300 میلیارد تومان به دستور آقای خامنه ای به این سازمان ها دادن. علی محمد تسخیری، یه معاون عراقی که اومده ایران، در 35 سال گذشته هر روز در رأس یه سازمانی بود، در تبلیغات تا اهل بیت تا نمیدونم قدیر تا کی، میلیاردها تومان به او داده میشه. مصباح یزدی همینطور، ناصر ابوالمکارم شیرازی همونطور، هر کدوم اینا از این بودجه مردم محروم بخشی رو بلعیدن و در راه توسعه اسلام ناب انقلاب محمدی. شما فکر کنید، خودشون ادعا میکنن سال گذشته 3500 نفر مبلغ به آفریقا و جهان و آمریکای لاتین و غیره فرستادن.
که چیکار کنن؟ برن 5000 دلار بدن یه سودانی گدا شیعه بشه، بعدم تا اینا برن بیرون یه ساب مسجد سنی بره 5000 دلار دیگه بهشون بده دوباره سنی بشن. خیلی افتخار میکنن تعداد شیعیان در جمهوری مالی در سال گذشته 308 نفر اضافه شد، در حسینیه باماکو در مراسم عاشورا 400 نفر سینه زدن. مغز تهی، نه دین سرشون میشه، نه انسانیت، نه معرفت، نه شرافت. و بعد مردمی که آقای چالنگی واقعا بهت میگم بعضی وقتا من عصبانی میشم، یه تحلیلگر نباید عصبانی بشه، ولی یه چیزایی میبینم که اصلا برای من غیر قابل قبولی. یک هفته است با این حرفای آقای نوبخت جدال دارم میکنم، چجوری آدم تحصیل کرده میاد یه همچی حرفایی میزنه؟ چجوری میتونه بیا توجیهگر این بشه؟ بلزم آقای نوریزاده تحصیل کرده بود نبود؟ بله. بعد میگم چطور آقای مثلا محمد جواد لاریجانی که تو آمریکا تحصیل کرده اون محیط رو دیده میاد به این راحتی دروغ میگه درباره حقوق بشر؟ میخوام بگم هر کدوم از اینا، ببینید آقای چالنگی، آقای خمینی یک اساسی گذاشت که این اساس از الف تا یش دروغ بود، تمام دروغ بود. تو پاریس دروغ گفت، تو تهران دروغ گفت، عملکردش دروغ بود، جایی که باید به مصلحت ملت تصمیم میگرفت علیه مصلحت ملت، مثل بعد از فتح خرمشهر و امکان پایان دادن افتخارآمیز جنگ ایران را در همه من جانشین او بدتر کرد و جانشین او دست تمام دزدار رو باز گذاشت. باز خمینی در این مورد نمیگذاشت، باز خمینی یک جذبه ای داشت و جلوی دزدار رو میگرفت. وقتی فهمید کفاش‌زاده دزدی کرده سر خرید اسلحه، پوستشو کند. یعنی از این چیزا بود. ولی در زمان آقای خامنه ای، آقای خامنه ای شاه سلطان حسین شده، در خزانه رو باز گذاشته که تمام دزدا بیان بچاپن و غارت کنن و برن و مملکت شده مملکت مافیا. خب در چنین شرایطی شما میخواید از ایران چی بشنویم؟ خبر خوش که دولت موفق شد جاده‌های کشور رو آسفالت کنه؟ فقط خبرهای جعلی و دروغ. یادتونه جاده ابریشم کی افتتاح شده بود؟ زمان آقای رفسنجانی اومدن از اون ور از این ور دو تا لوله آوردن گفتن خط نفت سرتاسری و جاده ابریشم افتتاح شد، هیچ کدوم درستم. تازه آقای روحانی رفتن راهن شرق خزر رو که باید شرق مازندران میگفتن نه خزر، رفتن افتتاح کردن که صد و نمیدونم چند کیلومتر در داخل خاک ایرانه، بقیه شون طرف. همش دروغ، همش وعده های دروغ، حرفای دروغ. حرفای آقای روحانی رو گوش میکردم در استان گلستان، ایشون طوری با مردم حرف میزنه انگار نه تنها به وعداش عمل کرده، یه چیزی هم زیادی به مردم داده در این مدت. شما با این حکومت چیکار میخواید بکنید؟ خب این حکومت جاده ابریشم که خبر دارین دیگه، اولین از محصولاتش ضمناً یکم واردات طلبه های چینی هست. بله الان بله در خبرها بود که گروه طلبه چینی هم قرار وارد بشه. حالا مور و تسبیح و آفتابه و اینا که از چین وارد میکنن متاسفانه، یعنی ساخت چین هست در بازارها. بکارت مصنوعی هم از چین طلبه هم مقداری کم داریم، یه مقداری از چین قرار رو وارد کنیم. واقعا خبر هست از جامعه دانشگاه تازگی، یعنی یه عکسی بود در گویا نیوز جالب بود، چینی ها مجسمه پلاستیکی زن درست کردن، از این مدل غربی هاش خیلی بهتره و جنسش نمیدونم چیه خیلی بهتره. بعد گفتن صادراتش به ایران شروع شده. آقایون علمایی که کم دارن از اینا بگیرن. و در ضمن هم آین نوعی همون سنگ بنای این دزدی ها و این تجربی ها که خود شما هم اشاره کردید، از آغاز همون دوره آقای خمینی گذاشته شد و بعدا به اینجا رسید که رسیده به قول سعدی، بنیاد ظلم در آغاز اندک بود. اما آقای سازگار، این مسئولان حالا فقط به گفته آین نوعی دزدی و چپاول تنها نیست، اما میبینین هر کدوم از اینا دستی هم در زندانها دارن، کشتارها دارن و قتلها دارن. آقای سعید مرتضوی، ایشون الان در همین جنگ داخلی که هست اومدن گفتن که اینقدر رشوه داده به نماینده های مجلس در بیمه های اجتماعی که بوده و و و پرونده های اینها رو، اینا رو که همین پریشب و دیشب نداده که اون پولا رو، هدایا رو. حالا این یه بحثه،
این آقا که قاضی بوده نمیدونم سمت ها اینجوری داشته که باید آدم عادل فلان از این حرفا باشه طبق اون معیارها. تکلیف اون آدم هایی که این بابا کشته چی؟ مثل زهرا کاظمی و بقیه رو و تمام مطبوعاتی که ایشون جلاد مطبوعات کشوره، تمام روزنامه نگارانی که به زندان انداخته، مطبوعاتی که تعطیل کرده. ایشون یک بار آقای هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود، دادستان تهران قانون رو دوباره عوض کردن و دادستانی برقرار شد. بر سر دادستان تهران ظاهرا آقای هاشمی شاهرودی 6 نفر رو اسامی رو برده بوده پیش آقای خامنه ای که یکی از اینها رو بذاره دادستان تهران، و آقای خامنه ای همه رو گذاشته بوده کنار، شخصا آقای مرتضوی رو گفته بوده ایشون رو باید بگذارید. بعد از اون خدمات ایشون در بستن روزنامه ها در زمان اصلاحات و به زندان انداختن روزنامه نگارا، و تعبیر آقای خامنه ای این بوده که ایشون قاضی شجاعیه و مسلمانه و غیره. و آقای البته جناب آقای هاشمی شاهرودی هم از اونجا که صندلی ریاستشون رو میخواستن چشمشون رو بسته بودند، و ایشون آقای مرتضوی شد کسی که هر چه خواست گرفت و کشت و بست. و البته مثل همه اینجور آدما هم یک زمانی تاریخ مصرفشون تموم میشه و اونها رو دیکتاتور برای حفظ خودش هم شده زیر تیغ میده و به کشتن میده. الان هم آقای مرتضوی، آقای چالنگی، یک دسته عرض شود که وصل به یه جناهایی از جناح آقای احمدی نژادین ها و داره دست و پا میزنه. من فکر می کنم با توجه به مدارکی که داره و مسائلی که داره بتونن کاریش بکنن. همه این آقایون هم الحمدلله به قدر کافی از کسافتکاری هایی که خودشون و دیگران کردن، از جمله خود آقای احمدی نژاد، از جمله آدمایی در بیت رهبری، از جمله فلاحیان وزیر سابق اطلاعات و ده ها آدم دیگه، یک پرونده بزرگ از جنایاتی که کردن، دزدی ها و فساد هایی که کردن معمولا درست میکنن و تهدید میکنن که اگه دست به من بزنین اینو منتشرش میکنم، فرستادم هم مثلا رو اینترنت یه جایی در خارج و منتشر خواهد شد، آبروتون میره. در نتیجه آقای خامنه ای هم یک سیاست داره در مقابل دزدی و فساد و غیره، کش ندهید. ایشون طرفدار این نیست که چیزا رو کش ندن، صداشو در نیارن و بزرگش نکنن. میخواد 3,000 میلیارد تومان دزدی باشه، میخواد خریدن 100 تا نماینده مجلس باشه، قتل باشه، تجاوز باشه، آدمکشی باشه، کشتن دانشجوها توی خوابگاه باشه و غیره، آخرش به یه ریشتراش ختم میشه و ایشون هم سعی میکنه روشو بپوشونه و کش نده ماجرا رو. برای اینکه گر حکم شود که مست گیرن، تا خود ایشونو باید بگیرن در درجه اول قبل از اینکه همه شهر رو بگیرن. لذا آقای چالنگی، این آقای مرتضوی هم به نظر من به تعبیر یه دوست من که فوت کرده چند سال سالها پیش میگفت این مملکت تبدیل شده به یک تعدادی چاه توالت که اون زیر هر بالا سر هر کدوم از اینها یکی از این گردن کلفتای کشور به اندازه قدر و اندازه شون نشستن، یه سوسک و موش و عوامل هم دارن توی اون چاه فاضلاب براشون دزدی میکنن، از زیر هم این چاهای سپتیک به هم خیلی هاش ربط داره. همین تعبیر رو میشه اینجوری هم گفت، مملکت تبدیل شده به یه تعداد باند مافیایی که دستبند و زندان و آدم کشی هم هر کدومشون دارن، غداره کش و بزن بهادر هم دارن، و از زیر هم خیلی اینا با هم کارهای مشترک میکنن. یعنی ستاد اجرایی فرمان امام خیلی جاها با سپاه و بسیج و آقای هاشمی شاهرودی و این قوه و اون قوه دستشون تو همه از اون پایینا، ولی خیلی اوقات هم اینا اون بالا با همدیگه رقابت هم دارن، آنچنان که الان باند آقای احمدی نژاد یکی از رقیبایی است که میلیاردها دزدیدن خوردن و کشمکش باهاشون در جریانه. آقای اژه‌ای، آقای صادق لاریجانی، آقای جواد لاریجانی و زمینهایی که بالا کشیدن، و این در واقع کشور فاقد یک نظام حکومتی به معنای یک نظام حکومتی است. کشور تبدیل به یک تعداد باند مافیایی شده که
با هم دیگه خیلی اوقات دستاشون یکیه، خیلی اوقات با هم رقابت میکنن و آقای چالنگی بسیاری خطوط سیاسی کشور رو آدم وقتی میخواد بفهمه چی میشه یا یکی میگیرن یا صدا در میاد یا موافقت یا مخالفت، تحلیل درستش اینه که آدم بره پشت سرتر عقبتر میبینه که منافع مالی کجا اینا باندا با هم دیگه دارن رقابت میکنن. خب آقای نوری‌زاده شما چرا مخالفید با این حرف آقای سازگارم؟ من شما مخالفتی داشتم تعبیر چاهایی که فرمودن. شما ببینید چاها خیلی تعبیر خوبی بود، برای اینکه واقعا وقتی نگاه به اینا بکنیم به همون عفونت و به همون زشتی و نازیبایی و کثافت هستن. در عمل که نگاه میکنید هر کدومشون نگهبانان این چاها و آنهایی که در درون این چاها هستن، آدم وقتی نگاه میکنه یه آدمی که دیپلم دبیرستانش هم نگرفته اومدن کردنش قهرمان، ناپلئون، قاسم سلیمانی جنرال، اصلا آدم وقتی فکر میکنه یه شاگرد بنا در کرمان دری به تخت خورده اومده بسیج شده رفته جبهه جنگ، حالا سلشگر قاسم سلیمانی. آقای سازگارا، آقای چالنگی، ما یادمونه یه نفر که سلشگر بود چه جایگاهی داشت؟ حالا حداقل یه دانشگاه بزرگ نظامی رو تحصیل کرده بود. بعد تو همه زمین ها همینطوره. یه حرفی احمدی نژاد در همون مناظرش میزد که با همه بیزاری که از این آدم دارم این حرف یادم نمیره، که برگشت گفت در دولت اصلاحات و دولت کارگزاران همه مشتاق مدرک شدن، که خودش هم یکیشون بود، و گر رو گر مدرک گرفتن. حالا همینجوری شما شرح حال احوالات این مقامات رو که میخونین، همه دارای دکتران، همه دارای فوق لیسانس، 10-15 تا اثر علمی دارن. یه دوستی دارم دارو ترجمه داره ایران، اومده بود اینجا با هم صحبت میکردیم، گفتم حالا کارت روبراست، تو بالاخره یک وکیل بودی و اینا، چطور دارو ترجمه؟ گفت آقا خیلی ساده است، من از این مقالات علمی که برای آقایون ترجمه میکنم یه قسمتی هم داریم مینویسیم، یعنی بهشون میگم اگر کامل میخواین هم بنویسیم هم ترجمه کنیم اینقدر میشه، اگه فقط ترجمه خودتون تولید کنید بیارید ترجمه، که اینا رو بفرستم به مجلات بزرگ دنیا اینا صاحب جایگاه بشه. میگم با یک مشالاتان روبرو هستیم آقای چالنگی، شالاتان دستکج که ذره‌ای برای ایران و ایرانی نه ارزش قائلن نه عشق دارن به این ملت. هزار بار مغولان رحیم‌تر بودن، چون اقلا نسل دومشون دیگه درست اینا ایرانی نیستن، اینا هم ایرانی هستن نیستن؟ ایرانی هن، حالا اسم ایرانی میتونیم باشه، اون آدمایی هم که نوکر روس و انگلیس بودن که مملکت رو به بدبختی دادن اونم ایرانی بودن، ولی اسمشون ایرانی. منظورم اینه که اینا، ببینید شما در یک مقام مسئول آقای چالنگی، هر چقدرم آدم بی توجهی باشید، وقتی نشستید یک جا میگه آقا چشمه ملت به منه، چشمه یک مجموعه از ملت به منه، استاندار این استانم، این مردم صبح که بلند میشن امیدوارم من یک قدم خیر براشون بردارم، ولی شما وقتی مکتبتون مکتب دزدی و دروغ باشه خب نمیکنید، کاری جز دزدی و دروغ نمیکنید. ولی آقای نوری‌زاده از نظر روانی وقتی آدم از بالای منبر مردم رو اون پایین نگاه میکنه، تا زمانی که باز به عنوان ناصح اخلاقی و مبلغ مذهبی باشه خب ممکنه خودشو همسط مردم هم بدونه و هر چیز داره کار خیر میکنه تا اون زمان شاید، اما وقتی همین منبر تبدیل میشه به منبر به کرسی حکومت و دولت، یعنی پس هر دو قدرت رو داره دیگه، چرا باید به فکر اون مردم باشه؟ همه چیز از دنیا و آخرتش دست این باباست که نشسته اون بالا دیگه. الان آقای خامنه ای فرقش با این دیکتاتورهای دیگه اینه که اونا دیگه این قدرت آخرت مردم زیر سلطهشون دستش نبودی، همچین احساسی دیگه نداشتن. ولی بالاخره آقای چالنگی، آدم در هر مقامی هم باشه، دین و دنیای مردم هم دستش باشه، اگر وجدان داشته باشه، اگه یه ذره با خودش صادق باشه، پیش خودش نمیگه آقا چجوری نون در عرض 2-3 روز 30-100% قیمتش بره بالا و برای مقام معظم ما نان مخصوص بیارن، فرزندانمون، نوادگانمون، قوم و خویشمون همه در رفاه و خوشی زندگی کنن و این ملت اینجوری پوست بندازه برای نان، نانی که برای بخش عمده ای از مردم غذای اصلی شونه. چجوری یه پدر که 5 تا بچه داره
تأمین نان خانوادهش رو در روز بکنه که قیمت نان 30% تا 100% بالا رفته. ببین اینا برمیگرده به اون من یعنی دارم نگاه میکنم آقای خامنه ای رو من میشناسم قبل از انقلاب، خیلی از این آقایون رو من میشناسم. من نمیدونم این قدرت خانوم با اینا چی کار کرده که اینا اصلا این آدم ها برای من بیگانن، ایلین به معنای واقعی شدن، نمیتونم تشخیص بدم. اینا همون آدمان، اینا آدم های دل رحم توشون خیلی بود، خودشون فقیر بودن و دیگران که بهشون کمک میکردن اینها هم اگر از دستشون برمیمد قدمی برمیداشتن، ولی حالا که گنجینه مملکت دستشون نمیدونه تغییر میکنن. بشر به هر حال طبیعت بشر اینه، تغییر میکنه چه مثبت چه منفی. اما وی احساسگارا همینه که شما اشاره کردی این نظام رو و تشمیه هم کردی به آنچه که گفتی، این رو میشه اصلاح کرد؟ نخیر، یعنی به نظر من این همون دعوایی است که ما با دوستان اصلاح طلب در دوره دوم دولت آقای خاتمی داشتیم و دارم من هنوزم، و اون این است که در چارچوب این قانون اساسی، این نظامی که یک ولایت فقیهی داره که بیش از 80% نیروی کشور یک تنه دست یک نفره و به هیچ کس هم پاسخ خوب نیست، اصل 4 قانون اساسی داره که یک شورای نگهبانی در واقع یک قرائت از دین رو میکنه اصل و همه قوانین دستورالعمل ها رو باید نظر بده و خود اون شورای نگهبان هم زیر انگشت اون رهبر هستش. یک چنین نظامی آقای چالنگی با این قانون اساسی ره به جایی نمیبره، امکان اصلاح در هیچ جهتی در اون متصور نیست. مسئله اقتصاد که به اینجا رسیده و سوء مدیریت و فساد بیداد میکنه در اقتصاد ما، یکی از تبعات این ساختار حکومتی است که به وجود آمده. این بیبندوباری که هستش ناشی از این است که در واقع در قدرت، به قول اون حرف معروف، قدرت فساد میاره و قدرت مطلقه مطلقا فساد میاره. این وقتی رقیبی نبود، وقتی حزب رقیبی نبود، مطبوعات آزاد نبود، رادیو تلویزیون های آزاد نبود، جامعه مدنی نبود که مردم درش متشکل شند از حقوق خودشون دفاع بکنن، حاصلش این میشه که قدرت بیبندوبار در عرصه سیاست دستش به اقتصاد دراز میشه، در عرصه این هر دو همدیگر رو تقویت میکنه و حاصلش میشه آنچه که میبینید در کشور. و کار آقای خامنه‌ای هم میشه این که بین این باندای مافیایی توازن برقرار بکنه حد اکثر، و هر چند وقت دفعه بگه کش ندید، یه چیزی رو بپوشونه، یه گندی که بالا اومدی. آقای سازگارا، فقط چون حرف ادامه پیدا میکنه این سال اون وقت جای خودشو نخواهد داشت، حرف اینه که فقط قانون اساسی است و ولی فقیه یا نه؟ چون خیلی از حکومت ها هست ولی فقیه هم ندارن، قانون اساسیشون چیز دیگه است، باز فساد هست، همه این مشکلات هم هست درش، حالا نه به این ابعاد ولی هست. خب آیا فقط ولی فقیه یا این که نه بندهای دیگه هم هست، مسائل دیگه هست، حکومت دینی هست؟ ممکن نباشه ولی فقیه بگن آقا جمهوری اسلامی است و جمهوری شورای نگهبان هم هست، نظارت میکنه بر قوانین که مطابق با خواسته جنتی و بقیه و هر کی هست باشه. ببینید، تئوری محوری این نظام در واقع حتی ولایت فقیه هم فرع بر اونه. اصل کلیدی این قانون اساسی اصل 4 که اصل اسلامگراییه، اصل در واقع همونیست که میگی دینی کردن حکومت و حکومت رو غیر سکولار میکنه، حکومت رو از امور عقلی در میاره. به موجب این اصل میگه هر چیزی در کشور باید مطابق با اسلام باشه. اسلام هم چیه؟ قرائت این 6 فقهای شورای نگهبان. و در واقع ریشه این مشکل در این قانون اساسی اگر بازش بکنید، اون حکومتی است که به جای تکیه به عقل
به جای تکیه به علم میخواد به فقه وامونده و عقب افتاده 6 نفر آدم که آلت فعل در واقع خود همون ولی فقیه هستن فقط باهاش مملکت رو اداره بکنه. این روح در واقع جاریه در اون قانون اساسی به اضافه حالا ده ها مشکل دیگه ای که داره و حاصلش در عمل آمده نظامی رو شکل داده که به طور طبیعی شاید قابل پیش بینی بود که اون حرکتی که با این قانون اساسی آقای خمینی خیلی زور زد فورا یه قانون اساسی بنویسن باهاش یه نظام حکومتی درست کنه، اما غافل از این بود که نظامی که یه ولی فقیه اون بالا نشسته هر کاری دلش میخواد میکنه و یه شورای نگهبانی که هر جوری بخواد تعبیر میکنه و در واقع قانونی در کشور نمیماند و احکام فقهی عقب افتاده‌ای که باهاش بخوای مملکت رو تطبیق بدی، حاصلش این میشه که بعد از 35 سال در واقع یه تعداد باند مافیایی فاسد خلق میشه، نه نظامی اصلا شکل میگیره و نه حقی برای مردم. بشر اشتباه نکرده از 400 سال پیش، همونی که این آقایون انقدر باهاش دشمنن، کشف بزرگش این بود که پذیرفت برای حکومت دنبال مردان الهی و جانشین خدا و پیغمبر و عجیب غریب نگرده، فرض رو بر این بذاره که هر کسی صبح پله قدرت رو رفت بالا ممکنه دزد بشه، هیز بشه، حق مردم رو بخوره، به جای این بگه هر کس بره ممکنه آدم فاسدی بشه، به جاش یک نظامی درست بکنیم که بشود هر کسی که به قدرت رو بهش دادیم بشه ازش پس گرفت. این شد دموکراسی و سازوکاری که دموکراسی های نوین داشتن که در کشور ما غایب. خب من فقط اینو خیلی کوتاه بگم، باید شهادت بدم یا گواهی بدم اینکه چون در نوشتن قانون اساسی من و همکارانم از تلویزیون ایران در مجلس بودیم، آقای شارق سعدزاده، روانشاد مهدی کفایی، خانم شهلا اعتدالی، آقای احمد حقوین، گروهی که ما و آقای سماکباشی هم به عنوان صدابردار هر از چنگا با ما بودن و کسان دیگه که یکی دو نفر دیگه که جا به جا می شده. به هر حال در اونجا در همون موقع وقتی مسئله ولایت فقیه که نبود و مطرح شد، این رو خیلی مخالفت کردن، موافق نبودن، حتی اشاراتی هم خود آقای بازرگان به عنوان رئیس دولت وقتی که آمد و طرح پیشنویس قانون اساسی رو مطرح کرد که اسم مجلس بود مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی، بعد هم اشاره به این موضوع کرد آقای مهندس بازرگان. حالا امیدواریم روزی بتونیم جزئیات بیشتری رو در این زمینه بگیم. گروهی مخالف بودن، میگفتن فقط این قواعدی است که به قد و قامت آقای خمینی میخوره و نباید در قانون اساسی گنجانده بشه. به هر حال آقای نوری‌زاده در همین زمینه تفسیر شما رو میشنویم. بله، تمام انسان‌هایی که می‌دونستن زیر این عبا چه خفته است و چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند مخالف ولایت فقیه بودن. منم یادم نمیره آقای چالنگی عزیزم جدالی رو که در همون مجلس در گرفته بود، یه شخصیتی مثل آیت الله گلزاده غفوری اون مثلا درگیر بود، خود آقای طالقانی یه مقدار اون اولش نیشروج، متاسفانه مرحوم منتظری این بدعت رو، این بدعت نامبارک رو بر ملت ایران تحمیل کرد و او گمان دیگری داشت، خب خودش قربانی همین ولایت فقیه شد. بله آقای طالقانی من یادم نمیره آخرین روزی هم که شب همون شب فوت کرد بعد از ظهرش در مجلس اومد و هیچ وقت روی کرسی مجلس ننشست. بله اون پایین مینشست و رفت. ریاست هم قبول نکرد. ریاست هم قبول نکرد و خب اونم مردی بود و با باورها و اعتقاداتش. ولی به طور کلی میخوام بگم آقای اینی که شما فرمودید در مورد آیا مشکل فقط ولایت فقیه، ببینید وقتی قانون اساسی یک نظامی مشکل داشته باشه سر تا پاش اشکال میشه. شما وقتی ولایت فقیه رو دارید بعد مجلس خبرگان هم دارید، ولایت فقیه رو دارید، شورای نگهبان رو هم دارید، یعنی تمام نهادهای وابسته. بابا من میگم ما ملت یه ذره منصف باشیم، بشینیم فکر کنیم، یه بنیاد پهلوی بود پدر شاه رو سرش در آوردیم، یه بنیاد پهلوی. الان تعداد مؤسسات وابسته به ولی فقیه چند تاست، چقدره؟ بعد
باز در نظر بگیریم، ما میگم میگفتیم هزار فامیل، شاپور غلام رضا اومد یه مقام بازرسی گرفت، آنقدر سر و صدا در اومد که خود ساواک ورداشت به شاه نوشت آقا این مقام از ایشون بگیرین چون مردم خیلی بد بینن. بعدم که میبینیم سر تا سر خاطرات علم شاهنشاه از اخوانشون مینالن، از برادر و خواهرشون، و میگن که آقا اینا رو پدر من در بودن ول کن. شما نگاه کنید، من پریروز میخواستم برای یه برنامه درست کنم، نگاه کردم هزار فامیل به معنای واقعی امروز تو مملکت پیاده شده، همه داماد همدیگن، همه برادر زن و پدر زن و خواهر زن و مادر زن همدیگن. آقای صادق خرازی میاد حزب اصلاحاتی درست میکنه، ندای ایرانیان. حالا اصلا دو تا برادر رئیس قوای دو قوه مملکت هستن، کشور هستن. بله، حالا اون که اصلا نه، آقای خرازی رو عرض میکنم، ایشون بله میفهم آدم بسیار سلیم و نفسی هم هست، کاملا من میدونم آدم بسیار سلیم و نفسی. ایشون میاد یه حزب درست میکنه ندای ایرانیان. دار و دسته احمدی نژاد میگن به خاطر ندا آقا سلطان اسمش گشته ندا ایرانیان. از اون ور یکی میگن چون ندا تونس در انتخابات برنده شده، اینم گذاشته ندا ایرانی. از این طرف اصلاح طلبا با شک و تردید میگن نخیر این مال خودشونه. خب ببینید در این مملکت این حزب بشه، هر بار انتخابات میخواد بشه یه دار و دسته میان میشن حزب، همون دکون و بساط و کلوپ خانوادگی و قومی و هم لبادگی و هم قبیله‌ای میشن حزب. این مال حزبشه. خب پس وقتی نظام فاسده، وقتی نظام برخواسته از یک قانون اساسی تحمیلی که با حقبازی به مردم فروخته شد، شما یادتونه وقتی میخواستن رفراندوم قانون اساسی رو بگذارن گفتن این قانون اساسی مطابق قرآنه، معادل قرآنه، مخالفت با این مخالفت با قرآنه. خب شما کربلای حسن که توی فلان روستا نشسته بود فکر میکردید که وقتی بهش بگید این قانون اساسی با قرآن یکیه نمیاد بهش رأی بده. حزب تودم که گفت بریم قانون اساسی مترقیه بریم رأی بدیم، دنبال روی حزب تودم که رفتن رأی دادن. بعضی از سران جبهه ملی هم که هنوز توی صحرای عاشورا موندن توصیه کردن برن رأی بدن، یه عده با شرفشون البته بایکوت کردن، تحریم کردن و نرفتن و چوبش هم خوردن، ولی آقای حسیبی رفت رأی داد. قرازم اینه آقای چالنگی، متاسفانه این قانون اساسی درست بخشیش از قانون اساسی بلژیک گرفته شده، بخشیش از فرانسه، بخشی همون قانون اساسی سابق ماست، ولی قانون اساسی ما سابقمون چه عیبی داشت که بیایم متوسل بیم بشیم؟ عیبش فقط اون وجود 5 تا آخوند بود به عنوان اینکه نظارت بکنن به قوانین، ولی خود قانون اساسی که عیبی نداشت. حالا روی سلطنت هم بحث بود، حالا یه وقت سلطنت هم نمیخواست کسی، ولی چارچوب قانون اساسی که چیز بدی نبود. ما اومدیم یه چیزی رو آقای حبیبی و دار و دستشون نوشتن اووردن، این وصله نامبارک ولایت فقیه هم چسبوندن بهش، به خورد ملت دادن. 35 ساله داریم عذاب میکشیم، اگر این قانون اساسی باشه 35 سال دیگه هم بچه های ما نوه های ما عذاب میکشن. خب یکی از کسانی که در اونجا در همون مجلس خبرگان اشاره کرد، 11 نفر قانون اساسی خودشون نوشته بودن، بعد از اینکه این نامه داخلی تصویب شد 11 نفر گفتن ما قانون اساسی داریم. ما هم رفتیم با هر 11 نفر مصاحبه کردیم، آقا چطوری شما شخصا قانون اساسی نوشتید؟ که حتما در آرشیو تلویزیون موند و هست اگر باشه، نابود نشده باشه. یکی از کسانی که ننوشته بود و حرفی زده بود آقای نوریزاده، آقای اکرمی بود، از اهواز اومد، از خبره های اهواز. عادت عجیبی هم داشت که آقای بهشتی باش دعوا کرده که بود، ایشون پاشو میذاشت روی یه پاشو روی صندلی اون مبل سنا و این پاشو تمیز میکرد، خلاصه روی چرکای پاشو. به هر حال ایشون یه حرفی هم زد، گفت آقا ما قانون اساسی هستم برای چیمون، هم امام داریم و قانون اساسی ما هست، قرآن هست و قوانین جاریمون هم که شریعت هست و قوانین شریعت و خیلی های دیگه این حرف رو زدن. البته میگم یه روزی امیدواریم برسیم به این بررسی چگونگی نوشته شدن تصویر قانون اساسی جمهوری اسلامی. اما آقای سازگاره عزیز، این قیمت نفت پایین اومدنش رو، پیامدهاش رو شما چطور میبینید؟
با بودجه ای که دولت آقای روحانی بسته برای 100 دلار هر بشکه. ظاهرا نفت بعد از مدت ها دوباره جنبه سیاسی پیدا کرده. کسی میگفت اگر عربستان 2 تلمبه بیشتر بزنه نفتش خیلی از وضعیت های سیاسی در منطقه جابجا میشه و متزلزل میشه و 2-3 تلمبه بیشتر نفت عربستان. من آقای چالنگی قبل از نفت اجازه هستش یک دو تا جمله به مطلب که آقای نوریزاده راجع به حزب ندای ایرانیان گفتن اضافه بکنم اگر بفرم. خواهش می‌کنم. ببینید این آقای صادق لاریجانی به هر حال آقای صادق خرازی اهل بیت جزء خواهر ایشون عروس آقای خامنه ایه و به تایید و اشاره ایشون هم یک حزب اصلاح طلب درست کرده ندای ایرانیان. آقای لاریجانی هم علی لاریجانی هم قراره حزب رهروان ولایت رو درست بکنه و تدارک آقای خامنه ای برای انتخابات مجلس این است که دو تا حزب دست ساخته در واقع چپ و راست خودش میخواد درست کنه و یه بازی قلابی گفت حزب مردم مخالف ملت، حزب ملت مخالف مردم، دو تا حزب میخواد درست کنه که ظاهرا با هم رقابت کنن اما سرنخش دست خودش باشه. من این بازی شناخته شده و رسوایی اصلا، اما تعجبم واقعا از پاره از این آقایون اصلاح طلبانی که دارن خودشونو این ورون ور نگاه میکنن و میتکنن خودشونو برن به آقای صادق خرازی بپیوندن و در واقع بدون اینکه در نظر داشته باشن چه پشتی به ملت میکنن. من فکر میکنم امثال آقای قدیانی که هفته گذشته این نامه شجاعانه رو نوشتیشون و در به شدت حمله کرد به دوستان خودش که میگن ما بالاخره باید بریم دور آقای خامنه ای رو داشته باشیم، اشتباه کردیم، تحمل آقای خامنه ای کمتر بود، بعد مطابق با تحمل ایشون حرف زدن. این حرفا رو داخل مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت میزنن این روزا و امثال آقای قدیانی من فکر میکنم پرچم سختی رو برداشتن، با دوستان خودشون دارن عتاب و خطاب میکنن که آقا نکنید این کار رو و پشت به ملت. این گفتگوها آقای حسازگارا مگر خارج از دایره قدرت هست که فقط شما میگین با دوستان خودشون؟ خب آیا اینا چه ارتباط اون وقت به اون بیرون از دایره قدرت داره؟ تمام این حزبازی ها حرفای قدیانی آنچه که بیرون از دایره قدرته. قدیانی زندان داره میکشه، قدیانی پدرش رو در بردن و کسانی که مثل آقای موسوی و کروبی هم در حسرن. اینا کسایی هن که نه من وقتی قدرت رو میگم مجموعه قدرت از 23 بهمن ما به این بر، حالا پارهشون میاد بیرون. من حرف من این هستش که این حرف کجا متصل میشه به مردم، نه اینکه بخوام آقای قضیانی متهم به چیزی بکنیم. نه، کسانی که در این انقلاب هم آقای چالنگی از روز اول تا الان فعالیت کردن هر کدوم در واقع سر یک پیچی وقتی دیدند که پا روی اعتقادات باورشون به منافع ملی گذاشته میشه، اگر ذره شرف و دلسوزی برای ملت داشتن جدا شدن و به صف مخالفین پیوستن. ببینید اساسا من اینو عرض کنم، این دوستان اصلاح طلب ما یه بار دیگه در این برنامه عرض کردم به اصطلاح آن کوت اینایی که معروفن به جناح اصلاح طلبا، یک سرنوشت تاریخی جلوی روشونه و اون این است که ناچارن با سختتر شدن شرایط کشور یا باید به سمت ملت بیان مثل آقای قدیانی یا برن و کفش ولایت فقیه و استبداد رو باکس بزنن و این تجزیه میشن، این وسط ایستادن، دکونه دو نبش باز کردن، یکیش رو به ملت یکیش رو به حکومت، این کار نمیکنه و این اشتباه بزرگی است که تداوم وضع فعلی مملکت ما رو داره میبره به جایی که سرنوشت تاریک جنگ داخلی و هزار بدبختی در کمینشه. من راجع به نفت ما چالنگی یک جمله عرض کنم. ببینید نفت ایران الان داره بشکه 55 دلار فروش میره چون نفت ایران سنگینتره و در خاورمیانه است. دولت لایحه بودجه را 70 دلار بسته که محقق نخواهد شد. سال آینده ما کسر بودجه بزرگی دولت داره، شاید 50% بودجه دولت کسر بیاد و در نتیجه یک تورم بزرگ در راهه. ولی این رو هم عرض کنم، اگر
ذره دلسوزی برای این کشور بود، جایگزین نفت چاره‌ای نداره. اصلش امریکاست که نزدیک به 4 میلیون بشکه روزانه پیش بینی میشه با افزایش شیل اویل، نفت لایه‌های رسوبی، به تولید بریزه به بازار اضافه و به این زودی هم دیگه بالا نخواهد رفت. عربستان تنها نیست. چاره‌اش این نیست که ایران با دنیا باید آشتی بکنه، گاز خودش رو بتونه سرمایه گذاری کنه، به اروپا بفروشه که اونم روسا نمیذارن. آقای نوری‌زاده، در همسایگی ایران در دولت آقای نوری المالکی شعبه دیگه حکومت ایران در عراق الان پرده برداشته میشه که میلیاردها حیف و میل شد. 50,000 ارتشی قلابی بودن. بله. نه ببینید، آخه اصلا نوری المالکی قصهش به این حرفا راه افتاده. یه انسانی با کمال وقاحت بره اول از تهران خلاصه بلسینگ از جانب ولی فقیه بگیره، بعد بره لبنان به عنوان قهرمان آقای حسن نصرالله ازش استقبال بکنه. دهنکجی به مردم عراق، دهنکجی به 100,000 نفری که در دولت ایشون کشته شدن. الان دولت یه کمیسیون مأمور رسیدگی به زندانا کرده. چقدر زنان و دختران و مردان بیگناه رو به زندان انداخته. خود و پسرش سر همون قرارداد 5 میلیاردی با روسیه چقدر چند صد میلیون بالا کشیدن. و آقای نوری المالکی جزئی از مافیای بزرگی است که قاسم سلیمانی توشه، دانایی فر توشه، حسن کاظمی قمی توشه، این مجموعه که تو عراق کار میکنن، رستم قاسمی توشه و اینا. این مافیای بزرگ چپاول کردن عراق و غارت کردن و یه عده نوکر در عراق دارن که کاراش. آقای حیدر عبادی پریروز اومده بود بروکسل و مذاکره میکرد اونجا، یکی از دوستان ما که رئیس دفتر العربیه است اونجا میگه من رفتم با 2-3 تا از این همراهان صحبت کردم، اینا به من گفتن تو هر وزارتخونه که دست میذارن میبینن نوری المالکی 8 سال چه کرده، ولی بدترینش وزارت دفاعه، چون یه سرپرست گذاشته بود اون دولیمی و خودش اونجا رو اداره میکرد و اونجا میلیاردها دلار، یعنی صحبت از پولای عجیب غریبه، خرج ارتشی شده که 50,000 نفر توش نبودن، حقوق میگرفتن و در موسل 14,500 نظامی به فرمان مالکی 2 ساعت قبل از حمله داعش شهر رو تخلیه میکنه. این حالا داستان دراز داره و به نظر من اگر واقعا حیدر عبادی و آقای فؤاد معصوم موفق بشن به همراه رئیس مجلس آقای جبوری و این رو سوال پذیر کنن و ببرن زیر سوال، استیضاح بکنن نوری المالکی رو که هنوز معاون رئیس جمهور هم شده، اینا به نظر من اون وقت دست و پای خیلی از سپاه و از دستگاه ولایت فقیه هم به وسط میفته. پیروز اعلام کردن 80,000 ایرانی برای 40 میخوان برن کربلا. شما فکر کنید ملتی که نان نداره بخوره، بعد گفتن 80,000 نفر، 2,000 نفرشون از شاگردان دانشگاه بین المللی المصطفی، معلومه خرشونه کی میده؟ و یه مش آخوند و طلبه و غیرم جزو مسافر مرکز تربیت تروریست ظاهرن هست اون مدرسه. بله، همون دانشگاهی است که قرار طلبه های چینی هم آقای نوری‌زاده وارد اونجا بشن و در همون جام درس بخونن و این جالب. من شنیدم از بودجه شهرداری تهران آقای قالیباف 5,000 نفر برای 40 داره خرجشون میده بفرسته کربلا. سپاسگزار هستیم آقای نوری‌زاده در لندن، با سپاس از شما و با سپاس از آقای سازگارا در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراک، دلاهو، زگرس، تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد بود.